حالا این جناب آمده اند و شدن مسئول کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس. آقای سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندانها بوده. پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 و شکلگیری اعتراضات خیابانی، مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی در خصوص دستگیر شدگان در تظاهرات را بر عهده داشت که او آنها را سران اغتشاشات نامید. سالارکیا که سابقه معاونت قاضی مرتضوی را هم دارد، در دادستانی تهران از مدافعان طرح امنیت اجتماعی بوده. بعد شما با آقای رویانیان تشریف آوردید باشگاه پرسپولیس دیگه؟ بله. شما قبلش در ورزش فوتبال بودید؟ من به صدا قاضی بازنشسته هستم. کجا بودید قبلا؟ بله. کجا تشریف داشته قبلا؟ من قاضی بازنشسته هستم. من قاضی بازنشسته هستم. نهار چی خوردین دیروز؟ من قاضی بازنشسته هستم. غیر از ایشون یکی دیگه از کسانی که به باشگاه پرسپولیس آوردن، این باشگاهی که این دوتا بازیکن این قضایا رو به وجود آوردن، آقایی است به نام جمشید زارع که قائم مقام باشگاه شده. آقای زارع قبلا مدیر کل حفاظت مرکز حراست سازمان صدا و سیما بوده. ببینید شما، آخه تو ورزش چند تو میای؟ آقای زارع یه مصاحبه فرمودند، میگوین متاسفانه فوتبال ایران به سمت بازیکن سالاری میرود. آخه تو ما دیگه چی کمتر از 48 ساعت همه اینا رو فهمیدی؟ ادامه میدهد، بازیکنان با وجود پول حرفه‌ای که میگیرند فقط ادای حرفه‌ای بودن را در میآورند و به هیچ وجه اخلاق و رفتار حرفه‌ای ندارند. شما که داری، برخی از آنها لوس و نونور هستند، به طوری که فکر میکنن بعد از تمرین فقط باید به خانه مجردی خود بروند. خب شما دعوتشون کنیم بیان خانه مجردی شما. بعضی از شما که در چند جای شهر تهران به هر حال خانه دارید و حالا مجردی که نه، ممکنه ایالات مختلفی رو در این خانه ها داشته باشید. اینها فکر میکنن که باشگاه اختیار آنها رو ندارد که بگوید کی میخوابی کی بیدار میشوید. آیا لیونل مسی آقای زارع حفاظت صدا و سیما مثال از لیونل مسی میاره؟ آیا لیونل مسی هم وقتی مدیر عامل بارسلونا صحبت میکند همین حرکات بیادبی و بینزاکتی دور از شأن یک بازیکن را انجام میدهد؟ برادر من، آقای عزیز، داشتم براتون میگفتم که یه سری کارا تو این جامعه عکس العملی مثل عکس العملی که راجع به کار شیس و نصرتی همه نشون دادن نیست، اما واقعا من موندم که کار زشت نصرتی و شیس بدتره یا اینی که یک آقای یک کارگردان ارزشی با ادعای مسلمانی به نام آقای سلحشور میاد میگه نه تنها انجلینا جولی بلکه تمام بازیگران سینمای ایران بلا نسبتشون فاحشه هستن. این دوتا کار شیس و نصرتی و این سر کدومش بدتره؟ کار شیس و نصرتی بدتره یا این؟ یا این؟ این کلاس آغله. گوسفندام الان دم در مشخصن که واقعا این کلاس نشان دهنده آغله و دانش آموزان هم اینجا که الان دارن درس میخونن واقعا چه گناهی کردن که این کلاس به شکل آغل باشه، این آغل باشه. ما تا مسئولین محترم آموزش پرورشستان نتونن لااقل فکری به حالی روستا بکنن، لااقل یه تک اتاقی درست. یا این دختر افتاد، زنشی زد به صورت
یا این کارا بهتره، چرا که تلویزیون غیر از صحبت در مورد شیس و نصرتی راجع به این چیزهای دیگه‌ای که ما گفتیم یه خط هم حرف زده؟ فقط فوتباله که گناهکاره. آدم شک میکنه این کاره بده، هیچ شکی درش نیست. آدم احساس میکنه میخوام فوتبال اصلا از بین ببرم. تیم ایران میدونید داره آماده میشه برای مسابقه با بحرینش برای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل. بر خاطر این بازی باشگاهی رو تعطیل کردن. همین تیم پرسپولیس با همه این مشخصات این دوتا بازیکن و فلان اینا که حالا معلوم نیست چی میخواد بشه، اومدن توی این تعطیلی مسابقات باشگاه ها یه جام درست کردن به نام جام ولایت. پرسپولیس رو دعوت کردن و استقلال رو دعوت کردن چون بالاخره می‌خواستن تماشاچی بیاد با یه تیم از پاراگوئه. دیروز پرسپولیس بازی کرده، اولین بازی رو با تیم پاراگوئه، 100 نفر رفتن استادیوم. حالا با استقلال بازی می‌کنه این تیم پاراگوئه‌ای که پرسپولیس و استقلال هم بازی کنه، میلیونشون هم که نیستن. یه بازی هم بین پرسپولیس و استقلال خواهد شد که به هوای اینکه داربی است و ماربی است و اینا حتماً 250 نفر هم برامون بازی میاد. بعدم استیلی و اینا هم گفتن بله ما افتخار میکنیم در این جام ولایت. آقا برو به تیمتون برسیم. شیس، نصرتی، اون تماشاگران فحاش، اون مربی و بازیکن و آدم های به قول اینا منشوری، این آدم های امنیتی خواسته و ناخواسته در جهت این که فوتبال رو هم دارن عمل میکنن. بعضی هاشون که قطعا خواسته است. حالا این وسط ادهی روشن فکر، ادهی آدم هایی که بالاخره یه سوادی دارن اینا، اما اعتقادی به چیز ندارن، نه به این اسلام و نه به بسیارشون رو من میشناسم، اینا هم آمده. بالاخره یه جامعه روشن فکراش مهمه. درسته که عامه مردم اهمیت دارن اینا، اما این بالاخره همیشه تو هر جامعه‌ای الیت جامعه به قول اینا روشن فکران تحصیل کرده ها هستن که نقش دارن در مسیری که جامعه میره. حالا وای به حال اون موقعی که روشن فکرا که شاید هم اصلا آدم های خوبی هم باشن، اما فقط به خاطر شرایط داشتن اون که بیزنسشون بگذره، اموراتشون بگذرد، به جای اینکه شجاعت خدمت شما عرض کنن، در خدمت مردم بودن، در خدمت جامعه بودن رو اینا رو بذارن کنار، ضمن اینکه میخوان اظهار روشن فکری کنن و حرفهایی جدا از حرفهای عامه مردم رو به رخشون بکشانن، اما در نهایت ابزاری برای ماست مالی بشوند. از خانواده عزیز فوتبال و مدیران فرهنگی میخوام در حقیقت بیایم این حادثه رو بدل به یک فرصت بکنیم که از یک خروجی به سود فوتبالمون بگیریم، یک و در مقیاس بزرگتر برای جامعهمون. و این آن چیزیه که همین بنده بعد از خانواده‌ام در رابطه با فرزندم شروع کنم، شما با اطرافیانتون، همینطوری به شکل هرم بیاد تا سراسر جامعه رو در بر بگیره. به هر حال من امیدوارم هرچند جریحه‌دار شده در حقیقت روح مانمون و عزیزانمون و خانواده فوتبال، ولی در حقیقت به دنبال راه حلی باشیم که جنبه های فرهنگی در این ورزش تسری پیدا کنه. هر جای شما امروز تو هر محیطی که می رفتید همه صحبت از این حرکت بود، از زن گرفته تا مرد و پسر و دختر و پیر و جوان، همه
یعنی همه کنجکاوش آقا چی شده این قضیه، همه زو آقا چیکار کردن اینا، بله. آقا اصلا نمیشه اصلا گو آقا چی بگه آدم آقا اصلا بله بهت زده شده بری فداره برای خودمونم تا حدی 100% به هر حال زیر سوال ببریم که بر ما تا چه حد جایگاه فرهنگی خودمون رو بشه اعتماد کرد. من میگم آقا 100% من میگم رسانه‌ها مقصرن، بعد خود باشگاه مقصرن، مدیران مقصرن، متولیان ورزش مقصرن، اصلا جامعه ما مقصره، همه مقصرن. اصلا نمیشه یه نفر سیب کرد و گفت آقا شما مقصر. آقای صدر عزیز، کدوم متولیان فرهنگی از این کاری که جامعه رو جریحه دار کرده بیان به عنوان یک فرصت استفاده بکنند؟ این جامعه اولین بار جریحه دار شده؟ اصلا جای جراحت دیگه داره؟ بعد این اون که من عرض میکنم با کمال احترام ولی شرمندگی که ماست مالی کردن مسائل جامعه، من به بچه‌م بیاموزم که انگوش بد است مثلا. حالا آقای فردوسی پور میگوید که رسانه‌ها، باشگاه‌ها، مدیران، متولیان ورزش همه مقصرند. در قسمت دیگه‌ای از این برنامه هم گوینده اشاره می‌کنه که چه کسانی مقصرند. این عمل شرم‌آور یه بار دیگه نشون داد فوتبال ایران از منظر فرهنگی با مشکلات حادی روبروئه و بی تردید در وضعیت به وجود اومده نه تنها بازیکن‌ها بلکه تمامی بدنه فوتبال، مربی‌ها، باشگاه‌ها، فدراسیون، رسانه‌ها و حتی تماشاگرها هم نقش دارن. فوتبال ایران از منظر فرهنگی با مشکلات حادی روبروئه و بی تردید در وضعیت به وجود اومده نه تنها بازیکن‌ها بلکه تمامی بدنه فوتبال، مربی‌ها، باشگاه‌ها، فدراسیون، رسانه‌ها و حتی تماشاگرها هم نقش دارن. بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها، فدراسیون، رسانه‌ها و حتی تماشاگران مقصرند. خب عزیزم، حالا که این اعتراف صورت می‌گیرد که این خودش یک قدم رو به جلو هست، جامعه رو که نمی‌تونیم عوض کنیم. 70 میلیون رو عوض کنیم دیگه. نمیشه که. اقلن مسئولین این رسانه‌ها، باشگاه‌ها، فدراسیون اینا خب برن کنار. جامعه که نمیتونه بره کنار که. حالا که همه قبول داریم که باشگاه‌ها، فدراسیون، رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون اینا سال‌های سال هم است که مسئولین دیگه، بیایید اقلن تا یه چیزی از این فوتباله بونده، تا چیزی از چیزای ایران هنوز باقی مونده، به خاطر اینکه حتی ببخشید بچه‌های خودتون آینده بهتری داشته باشن، بچه‌های خودتون در زمین فوتبال وقتی گل میزنن این مسائل پیش نیاد، بچه‌های خودتون اعدام صبح ساعت زود نرن، بچه‌های خودتون اگه آمدن یه تظاهرات خیلی آرامی کردن تو سرشون نخوره. بید کنار، بزید یه عده دیگه ای بیان، شاید اونها بهتر بزنند. حالا که قبول کردید دیگه، این خودش خیلی پیشرفته به نظر من. ببینید این کسانی که تا الان تشریف دارند یا سکوت میکنند که من خیلی هاشونو میشناسم، که از قدیم هم جزء ضرب المثل های ما سکوت علامت رضاست، یا همراهند با این قضایا، یعنی بخشی از این روند بی اخلاقی در جامعه شدند. یه دیدم که از همه بدترن این است که ماستمالی میخوان داستان رو بکنند، یعنی با حرفای قلمبه سلمبه روشن فکری عجب چی صحبت. بیدید به یه سری آدم جدید شاید خود به نفعمون بشه. اما تا حرف میزنی تو همین برنامه هم خیلی جالبه که نمیدونم چرا همه دنبال اینن که وقتی یه مسئله پیش میاد بگن
دارن مسئولین رسیدگی میکنن، شما قضیه رو کش ندید. راجع به همین برنامه هم مسئول کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم جرفی میزنه. حال اتکاب رفتار ناشایستی بود که همه رو متاسف کرده، مسئولین محترم فدراسیون، خود ما در کمیته انضباطی واقعا متاسفیم. متاسفیم از این که شاهد اعمالی هستیم که اولا جامعه فوتبال رو و کل جامعه ما رو در واقع مسائل اخلاقی زیر سوال برده، کلاس اخلاق فوتبال ما رو پایین آورده. الله بتونیم در واقع اواسط هفته بعد رأی قاطعی صادر بکنیم. اواسط هفته بعد چیکار خواهیم بکنیم؟ چه خبر؟ یعنی یه فیلم یه بازی یه 4 تا 5 تا بازیکن هستن و یه جامعه که منتظرم ببینم واکنش کمیته انضباطی چیه. مطلب بعد اینه که اجازه میخوام این رو با تعنی اصحاب رسانه گوش بدن. میخوام یک نکته ظریفی رو عرض بکنم که به هر حال از این به بعد دیگه رسانه کردن این قضیه، حتی عزیزانی که به عنوان افراد شخصی انصافا در جامعه اسلامی با از طریق ارتباطات بلوتوثی این قضایی رو دنبال میکنن، من تذکر میدم که تذکر اخلاقی، خواهشم اینه که دیگه حتی رسانه ها و دوستان دیگر اشاعه نکنن.